الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح سائر الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح أصحاب البدريين والأحديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرابة كلهم أجمعين، وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار، اللهم اجعل ثواب ذلك فقاقا لنا ولهم من النار، اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران، اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم إنك تعلم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء فقضها يا قاضي الحاجات، وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخ ورأت أمه آمنة حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبه الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة
إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاه قط. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على عليه وسلم على سيدنا محمد بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي على الرسول الشافيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جينا وضاء بشفاعتك الصفاء من لنا مثلك يا سيدي خير النبي على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي كل غام على الرسول شفيع الأبطحي والحبيب العربي جو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي أتهب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي أطول النبي الله رواك عبد الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش طربا واستبسارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا
فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوح في دبختها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في ردب الهنا بشرت به في شعبان من نيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس بالقنا وسمعت الملائكة في شفاري يبشرونها باللبن بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والثناء وأتاها في ذي الحجة موسى الكريم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأصنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا وصفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول وضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا ضاء ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر النبي لقد سقط من الهواء فمر بجناحيه على بطن آمنة مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من بدناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذاك حيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا رب صل. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد ولدته مقتونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى مع مناح طير في الغصون يغرد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع
ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم. ولما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك؟ قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا صموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد. صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب خمسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل رب العالمين على رب العالمين على سيد الكونين والسرج. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. وجهك الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. فاز من قد كنت بغيته والسما في أرفع درج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. حبكم في قلبنا محو من رأين الذنب والحرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صبكم والله لم يخب
لكمال الحسن والبهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج. العالمين على سيد الكونين والسرج. ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان الى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الاول يدعو الفقراء واعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك ذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ به فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وتصحب المدامي وصحب المدامي قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال تقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتح يدي وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين
قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت بنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد به الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما يندهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بي ما قد علمت من اللذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بي ما قد علمت من اللذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بي ما قد علمت من اللذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي
الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على صلاة الله سلام الله على إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله إلهي نفس الكربا عن العاسين والعطبا وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله لقد لاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنجي من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله
عليك يا حبيب الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءت عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله മങ്കൂസ് മൗലൂദാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മഖദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അവർക്ക് വലിയ ഒരു വിഷമം നേരിട്ട സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിൽ ഒരു മൗലിദ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് താൻ കരുതിയതായിരുന്നു. അതാണ് അവസാനത്തെ ബൈത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഖദ് ഹല്ല ബി മാ ഖദ് അലിംത മിനൽ അദാ വല്ലുൽമി വല്ലുഫി ശദീദ ഫഅസ്ഇദി مالي سوى حبي لديك وصيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي أن سيد الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل بلچ گنڈ دن نیرت انيل بندت اللہ بشمم تورند گتان بندی آنے ഞാൻ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ മൗലിദ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാമെന്നുള്ളത് സഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇമാം തിർമിദിയും അബൂദാവൂദും നസായിയും ഹാക്കിമും മറ്റ് അനേകം ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, ജാഅ നരീറുൽ ബസരി ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞ ഒരാൾ നബി തങ്ങളെ സമീപിച്ചു. ഉദുല്ലാഹലി, ഓ നബിയെ, എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടാൻ തങ്ങൾ എന്നോട് ദുആ ചെയ്യണം, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ആദ്യം പറഞ്ഞു, നീ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദുആ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്
നീ വുളു ചെയ്ത് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നീ തന്നെ ദുആ ചെയ്യ്. എങ്ങനെയാണ്? അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക വഅതവജ്ജഹു ഇലൈക ബിഹബീബിക മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യാ മുഹമ്മദ് യാ മുഹമ്മദ് ഇന്ന നസ്തശ്ഫിഉ വനതവജ്ജഹു ബിക ഇലല്ലാഹി ലിതുഖല ഹാജതി അല്ലാഹുമ്മ ശഫിഹു ഫിയ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓ നബി തങ്ങളെ, തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലാഹു തആലയോട് ഇട തേടുന്നു, എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ശഫിഹു ഫിയ, നബി തങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശക്കാരനായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് കൊടുത്തോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ അവിടുത്തെ പേര് വിളിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ നടത്തുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച സുഖപ്പെട്ടു എന്നെല്ലാം ധാരാളം തെളിവുകൾ കൊണ്ട് രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഇമാമു നവവി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ അദ്കാർ എന്ന കിതാബിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹദറത്ത് റിജിലു ബനി ഉമർ, അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ തങ്ങളുടെ കാല് കുഴഞ്ഞുപോയി. അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ തങ്ങളുടെ കാലിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേദനയും കുഴച്ചിലും സംഭവിച്ചു. ബേജാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉദ്കുറ് അഹബ്ബൽ ഖൽഖി ഇലൈക, അല്ലാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ വച്ച് നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ആണല്ലോ, അവരുടെ പേരൊന്ന് പറയുക എന്ന് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ, വാ മുഹമ്മദ എന്നൊരു വിളി അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കുകയും ഫസുഫിയ ആ ഒരൊറ്റ വിളി കൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ തങ്ങളുടെ കാല് സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് അൽ അദ്കാറിൽ ഇമാമു നവവി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം. ഈ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ തന്നെ അൽ അദബുൽ മുഫ്രദ് എന്ന കിതാബിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് അനേകം ഹദീസുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താൽ ഫലപ്പെടുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഖ്ദൂമ തങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വലിയൊരു വിഷമം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ മൗലിദ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ മൗലിദ് ഉണ്ടാക്കലോടുകൂടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആളെ കൂട്ടാൻ നിർവാഹമെല്ലാം പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മങ്കൂസ് മൗലൂദ് രണ്ട് മൂന്നാലാൾ മാത്രം ചേർന്ന് ചൊല്ലി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലിറങ്ങിയ ബലാ മുസീബത്ത് അള്ളാഹു തല ദൂരീകരിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. മങ്കൂസ് മൗലൂദോടൊന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പത്രദ്വാര അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല മുഅ്മിനീങ്ങളും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ബലാ മുസീബത്ത് വരാതെ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. ഈ മൗലിദ് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ആമീൻ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ബലാ മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء والأولياء والصالحين. يا رسول الله إنا نستشفع بك إلى الله لتقضى حوائجنا ولشفاء أمراضنا ولرفع البلاء من بلادنا ومن جميع البلاد يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن جميع الناس هذا البلاء الذي نزل في العالم في هذا الوقت يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم ادفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قدير على كل شيء، اللهم إنك قدير على كل شيء. لا نستطيع أن نصبر على هذا المرض وأمثاله يا الله. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا واحفظ الحرمين الشريفين وأخلاهما. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومعاهدنا، اللهم احفظ جامعتنا هذه وسائر مؤسساتنا الدينية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا المرض عن جميع الناس مسلمين وغير المسلمين. اللهم ارفع هذا البلاء وادفعه عن جميع الناس في وقت أقرب يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمة يا الله നിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മങ്കൂസ് മൗലൂദ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ കൊണ്ട് ഇടതേട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. വളരെ വിഷമത്തിലാണ് റബ്ബേ, നാട്ടിലെല്ലാം ജനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. നിൻ്റെ പരീക്ഷണം അത് നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നീ ശക്തിയാക്കി തരണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഈ രോഗം വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, ഞങ്ങളുടെ ഇബാദാത്തുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, പെട്ടെന്ന് റമളാനിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ നീ ഈ രോഗത്തെ എടുത്തു കളയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഈ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായി നീ എടുത്തു കളയണേ അല്ലാ. റസൂലുള്ളാഹി നജാഹ് കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ എടുത്തു കളയണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വളരെ മാസങ്ങളായി മത്സ്യം കിട്ടാതെ വളരെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ രോഗവും വന്ന് അവരെ കടലിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ടു പോയത്. അല്ലാഹുവേ അവരെ സാധുക്കളാണ്. ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിലും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും സാധാരണ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാപങ്ങളാണ് അവരെല്ലാവരും. ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സ്ഥാപനം നടത്താനും
നമ്മുടെ ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്താനും ധാരാളം കഴിവുകൾ സഹായിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബെ. അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ, ആ സാധുക്കൾക്ക് നീ രക്ഷ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, സമുദ്രത്തിൽ മത്സ്യം കൊടുക്കുകയും അത് പിടിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണേ. അല്ലാ യാ അല്ലാ, അതുപോലെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ, ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ അടക്കം മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയക്കും അതുപോലെ മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. ഗൾഫിലും നാട്ടിലും വീട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പം വേജാറിലാണ്. അവർക്ക് മുഴുവനും നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കി അതിനെ തള്ളിക്കളയണേ അല്ലാ. രോഗത്തെ നീ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളയണേ അല്ലാ. അർഹമു റഹീമേ, സാധുക്കളായ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരും അതുപോലെ നമ്മളെ വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ കച്ചവടക്കാരും, വലിയ മാള് നടത്തുന്നവരും ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാവരും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്, ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അടുത്തവനെ എല്ലാ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മുർ റഹീമായ അല്ലാ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നീ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി പേര് പറയേണ്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. സാധുവായ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാക്കി പലരും സ്ഥാപനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം നീ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മുർ റഹീമേ, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മദഹ് പറഞ്ഞ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. സൂറുള്ളാഹിൻ്റെ ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈ കൊറോണ രോഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയും പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് നീ ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ ഇല്ലെന്നുള്ള വിധി പറയാനുള്ള അവസ്ഥ നീ വരുത്തണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാ, ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹുസൂസൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർക്കണേ അല്ലാ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് സലാമത്തിൻ്റെ വഴി എന്താണ് എന്ന് നീയാണ് അറിയുന്നവൻ. ആ വഴി നീ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും അവരെ ജോലിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി വിളിക്കാനും അതിനൊക്കെയുള്ള തോഫീക്ക് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയുള്ളവരും ജോലിയില്ലാത്തവരും എല്ലാം കഷ്ടത്തിലാണ്. അവർക്കൊക്കെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെല്ലാം നമ്മളോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവരാണ്. ഇനിയും കൃപ കാണിക്കാൻ നീ അവരെ മനസ്സിലിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരും അവധിക്ക് ജോലിയിൽ കയറാത്തവരും എത്താൻ കഴിയാത്തവരും അവരെ ഒന്നും പിരിച്ചുവിടാതെ അവർക്കെല്ലാം ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള പരിസ്ഥിതി വലിയ വലിയ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കും നീ അവരെ മനസ്സിലിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവരുണ്ട്, രോഗികളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സ്വാന്തനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വഫാത്തായിപ്പോയ എല്ലാവരെയും, ഞങ്ങളെ ഉമ്മവാപ്പന്മാരും ഉസ്താദുമാരും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നവരും എല്ലാവരും നീ അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്തും ദർജയും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. شيخ محمد أبو بكر المروري سيم ولي الله قدس الله سره العزيز അവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു. വഫാത്താവുന്നതുവരെ മർക്കസു സഖാഫത്തു സുന്നിയയുടെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു. അവർ വഫാത്തായതിന് ശേഷം വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജ് തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അന്ന് നോക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നും അവരുടെ സഹായവും അവരുടെ നോട്ടവും അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാകട്ടെ. സി എം വലിയുള്ളാഹി വലിയ മഹാനായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് നമ്മളെ തർബിയത്ത് ചെയ്തത്, അവരാണ് നമ്മളെ ഈ വഴിക്ക് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവരാണ് വളരെയധികം നമുക്ക് ഉപദേശം തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമാച്ചു തരട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ രോഗം നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുത്തു കളയട്ടെ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله.